سلام، من شهریار هستم، اینجا پارسی تی وی. متاسفانه لحظاتی پیش با خبر شدیم استاد عبدالوهاب شهیدی، خواننده پیشکسوت عرصه موسیقی، درگذشت. در ادامه به بیوگرافی و دلیل فوت این هنرمند پرداختیم. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشید. قبل از شروع دکمه لایک رو بکوبید و ما رو سابسکرایب بکنید و برای اینکه قبل از همه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید، زنگوله کنارش رو بزنید. استاد عبدالوهاب شهیدی، زاده 1 مهر 1301 در میمه، خواننده‌ای در سبک سنتی ایرانی، آهنگساز، استاد آواز و نوازنده عود بود. عبدالوهاب شهیدی فرزند میرزا حسن شهیدی، ملقب به صدرالاسلام و متخلص به توباست. عبدالوهاب شهیدی از اوایل دهه 1320 فعالیت هنری خود را با فراگیری آواز، سنتور و عود نزد اسماعیل مهرتاش آغاز کرد. عبدالوهاب شهیدی در سال 1339 در برنامه گلها شروع به فعالیت و همکاری با رادیو کرد و تا سال 1357 در بسیاری از این برنامه ها شرکت کرد. وی همچنین چندین بار در برنامه های جشن هنر شیراز شرکت کرد و در این برنامه ها با هنرمندان سرشناسی چون جلیل شهناز، فرامرز پایبر، اصغر بهاری، حسین تهرانی، رحمت الله بدیع، حسن ناهید و محمد اسماعیلی همکاری کرد. شهیدی با اجرای بیش از 230 برنامه از فعالترین هنرمندان برنامه گلها بود و رتبه سوم بیشترین برنامه موسیقی در گلها را داشت. عبدالوهاب شهیدی در اجرای آوازهای محلی نیز پیشرو بوده. تصنیف معروف زندگی با نگاه گرم تو از آثار این هنرمنده. استاد عبدالوهاب شهیدی به همراه استادان اکبر گلپایگانی و حسین قوامی تنها خوانندگانی هستند که در همه سلسله برنامه‌های گل‌ها از جمله گل‌های جاویدان، برگ سبز، گل‌های رنگارنگ، یک شاخ گل، گل‌های تازه و موسیقی ایرانی شرکت داشتند. عبدالوهاب شهیدی جزو اولین خواننده‌های برنامه گل‌ها بوده که به همراهی استادان گلپا، بنان و قوامی برنامه گل‌های جاویدان رو با همکاری برترین نوازندگان آن دوران اجرا می‌کردند. استاد شهیدی چندین بار هم در برنامه‌های جشن هنر شیراز شرکت کرد و در این برنامه‌ها اجراهای ناب با همکاری استادان جلیل شهناز، فرامرز پایبر، اصغر بهاری، حسین تهرانی، رحمت الله بدیع و حسین ناهید، همچنین محمد اسماعیلی به یادگار گذاشته. اما عبدالوهاب شهیدی علاوه بر آواز، فعالیت هنری دیگری نیز داشته که در جای خود اهمیت بالایی داره، مثل عودنوازی منحصر به فرد خود یا اجرای آوازهای محلی. در میان آثار وی به ویژه در برنامه گلها ترانه ها و آوازهای محلی بسیار زیادی توسط وی خوانده شدند. به قطعات قدیمی معروفی مثلا آثار عارف قزوینی رو نیز اجرا کرده که از میان آنها میتوان به تصنیف گریه را به مستی بهانه کردم و گریه کن که گر سیل خون اشاره کرد. استاد شهیدی برای شناساندن موسیقی ایرانی به کشورهای نظیر فرانسه، انگلستان، آمریکا، افغانستان و آلمان سفرهایی داشته و برنامه‌های باشکوهی در بزرگداشت حضرت مولانا در کشور ترکیه بر مزار وی اجرا کرده. عبدالوهاب شهیدی پس از انقلاب فعالیت مداومی در زمینه اجرا و ضبط نداشت و به جز چند ضبط و کنسرت پراکنده فعالیت دیگری از او دیده نشد. آثاری که پس از انقلاب از این هنرمند منتشر شده در واقع همان آثاری بود که پیش از انقلاب ضبط شده بود. برخی از آثار قدیمی وی که قبل از انقلاب 57 روی صفحات 33 دور منتشر شده بودند، امروزه توسط انتشارات سرناسوت بازنشر شدند. از جمله این آثار میتوان به آلبوم بی تو به سر نمیشود اشاره کرد. همچنین در سال 83 دو آلبوم به نام های استاد روح الله خالقی و به پاس نیم قرن فعالیت هنری استاد فرامرز پایبر که عبدالوهاب شهیدی نیز در آن حضور داشت منتشر شد. عبدالوهاب شهیدی مشوق اصلی خود رو پدرش میدونست و در این باره میگفت: پدرم هم از آنجا که موسیقی رو خیلی خوب میدونست به من کمک میکرد و چند مثنوی رو به من یاد داد که ای کاش نرفته بود و من از او بیشتر میآموختم، اما 13 ساله بودم که ایشون درگذشت. وی با اسماعیل مهرتاش آشنا شد و همین آشنایی منجر به این شد که نزد وی فراگیری موسیقی رو شروع بکنه. ابتدا آوازهای تاج اصفهانی و ادیب خانساری را آموخت، اما اسماعیل مهرتاش به او میگفت باید همه اینها رو از ذهنت پاک کنی. بدین ترتیب عبدالوهاب شهیدی صاحب سبک منحصر به فردی شد. در سال 1335 روابط عمومی ارتش توانست برنامه‌ای در رادیو رو به خود اختصاص بده که اون هم موسیقی بود. به جز عبدالوهاب شهیدی، حسین قوامی و ایرج هم در این برنامه حضور داشتند که این برنامه تا 4 سال ادامه داشت.
عبدالوهاب شهیدی ابتدا یادگیری ساز سنتور رو شروع کرد، اما پس از چند سال علاقه‌مند به ساز عود شد و اون رو فرا گرفت. شهیدی معتقد بود یک خواننده حتما باید بر یک ساز موسیقی اشراف داشته باشه. شهیدی مدعی بود که یک ابتکار به خرج داد و مزراب تار رو روی عود استفاده کرد و بدین ترتیب شیوه نوازندگی تار رو روی عود پیاده کرده بود. در بسیاری از سازها و آوازهای او صدای عود وی در کنار آوازش به گوش می رسید. اما محمد رضا شجریان در جشن 11 خانه موسیقی درباره عبدالوهاب شهیدی می گفت او بزرگ مرد آواز و هنر ایرانه و سالیان درازی است که دستش رو بوسیدم و در حضور او کرنش کردم و هیچگاه به خود اجازه ندادم که در حضور او عرض هنر کنم و از این بابت که من آمدم جایزه او رو تقدیم کنم متاسفم. استاد مرا ببخشم، این رو بدون من در اندازه‌ای نیستم که جایزه شما رو بدم. در اولین جشن سالانه موسیقی ما از هنرمندان سرشناسی از جمله عبدالوهاب شهیدی تقدیر شد. اما عبدالوهاب شهیدی که عصر روز گذشته به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان بستری شده بود، صبح روز دوشنبه 20 اردیبهشت ماه دار فانی رو ودا گفت. این خواننده 99 ساله موسیقی ایرانی روز 16 اردیبهشت ماه سال جاری برای مقابله با کرونا واکسینه شده بود. روحشون شاد، یادشون گرامی. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفا نظرات خودتون رو راجع به این بزرگ مرد موسیقی و آواز ایران پایین همین صفحه ما به اشتراک بگذارید. راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیتامون حمایت بکنید.